Okay, all right. تو میتونی انجامش بده. با 6 دقیقه کار با دمبل راستاک تا 400 کالری بسوزانید. خب هادی عزیزم، شروع شد؟ آره الان شروع شد. اول بذار من بگم. بگو چطور دیده؟ قربونه تو برم، خیلی مخلصم هادی. آقا کدوم دوربینه؟ دلم خیلی برات تنگ شده بود، خیلی زیاد. شاهین از قدیمی ترین دوستهای اون توتو اینه، از قدیمی ترین دوستهای من، میشه گفت از سال 71 هفته. آره. از همون حدودا توی کانو هور با هم کار میکردن، با هم که نمو توی مجموع بودم، خود دوست بودیم از همون، در دوسته خیلی قدیمی، اصلا افتخاریم دارم امروز. عزیز دلم، یادگاری خوبه، عزیزی داداشم، قربون تو برم من. هادی خوب نکته یا گفتی. ببین یادمه که اون موقع شما یه گروهی بودید، یه اکیبی بودید که اکثرتون موفق شدید. چی میشه که بین این همه گروهی که دارن کار میکنن یهو یه گروهی به وجود میاد که اگر 10 نفرن مثلا 5 تا 6 تاشون به جایگاه های خوبی میرسن؟ چیکار میکردیتون گروه؟ خودت دیده بودی دیگه چه اتفاقی؟ یه مقداریشو دیده بودم. نه خب ببین، این میشه گفت شاید نوع تدریس و اتفاقی که افتاد واسه ما خیلی کمک کرد. مثلا چیزایی که بهمون گفته میشد، شاید حتی یادمه یه وقتی بچه های کانون یه وقتی میگن شما چی کار دارید میکنی، و حتی شاید یه وقتی هم متوجه قضیه نمیشدن، یا شاید به نوعی جبهه هم میگرفتن حتی اینا چرا اینجوری میکنن. اما بکنم این خیلی کمک کرد به قضیه، یعنی این که این تدریس که شد مثلا یه سری چیزها رو ما خودمون خوب یاد گرفتیم، یا خوب میشه که آموزش دیده شد، همچی میشه که برای یکی از اون چیزا این بود که همیشه میگفتن انتخاب شما استعداد شماست. من خیلی اعتقاد دارم و برای بچه‌های ما همیشه یادم، مثلا همیشه دنبال یه اتودایی میرفتیم که همیشه یک چیزی به غیر از اون چیز واقعی بود، یعنی یادتم یادت بوده باشه خود میومدی میرید، یعنی کار میکردیم با همیشه. بعضی وقتا گروه های دیگه به گروه شما میخندیدن، همون دیگه، یعنی مسخره میکردن، مثلا میگفتن که اینا چی کار میکنن، از زور میان پیرناتون رو در میآوردید، نرمش میکردید، ورزش میکردید، خیلی سرق میشدید. بعضی میادن میخندیدن، گفتن اینا رو چی کار میکنن. یه بار دی خاطره با مزه بود، داشتیم کار میکردیم، در باز شد، چه خبره اینجا فلان اینا، حالا نمیگم کی بود چی بود. بعد توی وضعیتی بودیم که یه خورده عجیب بودی، کانون پرورش پکی کودک و فلان اینا، بعد مثلا ما لباس نداشتیم و فقط یه لباس زیر تنمون بود، یعنی کاملا یه جور لخت بود، داشتیم تمرین میکردیم. خب خیلی عجیب توضیح بدم، گروه کامل مردونه بود، فقط بله کاملا مردونه بود و هیچ خانومی هم نبود، اصلا نداشتیم، نه نداشتیم، مثلا کانون پسرونه بود و آره این خنده ها بود، حتی یه سری حرف ها بود، اما خب ما کاری نداشتیم به این چیزا، ما یه هدفی داشتیم که خیلی مهم بود اصلا. و از اون گروه هم البته خب خودت جز به نظر جز اون آدم خیلی موفق اون گروه. نه هادی کین عزیز دلی، هادی کین هدف رو در شما ایجاد کرد؟ چون در کانون 2000 نفر اومدن و رفتن و مثلا شما های مدلی بودید، کی این هدف تو اون سن؟ اتفاقا یه دوستی اینجا بود، اونجا بود که هنوزم هست دیگه، خب یه وقت خودش دیگه گفت من نگید استاد، به نظرم همچنان استاد منه، چون من خیلی چیزا یاد گرفتم ازش. علی سلیمانی که از دوسته خیلی بد بازیگره بودمونه و دوستمونه، من واقعا چیزایی که از علی یاد گرفتم هنوز برام میام که چه نکته های خوبی داشت. یادم اون موقع خود علی سلیمانی دانشجو بود، دانشجوی دانشگاه آزاد بود و زیر نظر حالا برای استاد اساتید محترم زیادی بودن، احمد داوود، آقای سمندری، آقای خیلی اساتید بزرگی اونجا بودن داشتن کار و همونا رو مستقیم اونم به ما میگفتش، و آقای علی اصغر داستخ را، این دو تا دوست واقعا از کسایی بودن خیلی کمک کردن، ایده هایی که دادن، حتی نحوه اتود زدن، نحوه اتود یاد گرفتن و همین رو یه جور دیگه اون یاد دادن خیلی خوب. این که همیشه اون گفت بچه ها چیزی یه کاری بکنی که هر کسی اون کار رو نکرده، برای خودمان اصلا یک سرمشقه، یه خطه، یک
یک تعریفه که مثلا شکنم این نقشو باید جوری مثلا بازی کنم که هر کسی بازی نکرده، یا مطمئن باشم که کسی مغزش یا مثلا شما تفکر به اون سمت بازی نره. و حالا یه نکته، حالا هادی کاظمی که از اون مکتب میاد انقدر خوره بازیگریه تا تش میره خوره نیستم دوست دارم دوست داره به یک جایگاه خوبی هم میرسه، یهو وارد عرصه موسیقی هم میشه. تهیه کننده شدی چند وقته، یک گروهی تشکیل دادی با برادرای خیلی خوش صدا. این یه جورایی میشه که به صورت اتفاقی شد شاهین، مثلا قصد همی نبود که بخواه. یکی از داداشات اسمش توحیده، یکی توحیده، یکی حامد. یکی حامد آره. چقدر هم صداهای خوبی دارن، خیلی خوبه. و چه سبکی میخونن اینا؟ ببین حامد جداگونه برای خوش کلا سنتی میخونه. حتی مثلا تو همین تازه دیروز هم دیشب هم از یک کنسرت، از یک میشه گفت فستیوال فولک از لهستان اومد، حتی اجرای سنتی داشت حتی قبل از این قضیه و سنتی میخونه. تو ایدم به همون رو باز خوش پاپ و راک رو این شکلی میخونه. اون تا خب ما منتظر یه دوستی بودیم، یه کسی بودیم که کارهای انجام بده و نشد. اون یه تایی کننده دیگه دیدم که نمیشه، اینجا دیگه مقصر من میشه و یه جوری خودم میداده شد دیگه، خودم شروع کردم باشه و خودشون حتی میشه که بهتر هم شد و راضی هم از قضیه. و حالا اتفاقات خوب و اینا. سبک گروه چیه؟ میشه گفت سنتی پاپه، پاپ سنتی آره. اما خب حالا این پاپه ممکنه عوض بشه، یعنی مثلا یه جایی راکه، یه جاهایی یه خیلی فیوژه میشه، خیلی یه خب متفاوت کارامون یه جورایی شاید بشه. چون اینو من نمیگم، حتی اصلا بسن خیلی از دوستان که پخش کردن همشون گفتن چقدر خاصه، فرق میکنه. و خودمون دقیقا دنبال یه خاصیت هست. چند تا کار انجام دادید و چند تا ترک بیرون دادید؟ آره. تیتراژ هم خوندید؟ یه تیتراژ خوندم بچه ها و اونم باز خدا رو شکر تیتراژ سریال آسپرین. آره. تیتراژ عطر نهاییش بود یه سری. باز خدا رو شکر نه به خاطر هادی کاظمی که بچه ها رو صدا کرده باشن، نه فراد نجوی خودش داره بچه ها شده گفت من میخوام استفاده کنم. من حتی قبل از اینکه چون معمولا رابطه ها چیز داری تا رو فهمیه این داداش فلانی پس اون بازه بیاد، اما این شکلی هم حتی نه میشه گفت یه دونه اون بود و چهار تا کار دیگه هم اومده بیرون و الان داریم کارهای بعدی داریم اومده میکنیم. خوبه کارها، خوبه، حالشون خوبه. هادی انگیزه اصلی چی بوده؟ کمکی به برادرها، به دست آوردن پول، یا نه یه تجربه جدید در زمینه موسیقی؟ چه سوالی بود کردی؟ اول پول دیدی؟ پول خدایی تو این قضیه من یه دوستی داشتم میشه گفت خیلی ما رو کمک کرد توی شروع راه اندازی این گروه. اونم این بود که از همون روز اول خیلی کمک کرد که آقا تو بیا تو سیستم. گفتم من نمیتونم، سختم، پول فلان، صحبتای کرونا. آقا بیا. اصلا من نگاهم از نگاه از روز اول و تا همین الان نگاه میشه که میتونم یک روزی ممکنه، البته امیدوارم اتفاق بیفته، یعنی ایشاده که اتفاق میاد و حتما هم میفته. اما اصلا به اینجاش فکر نمی‌کردم تو میشه تایید کننده و بعد از قبلش میتونی درآمدزایی که داشته باشی. اصلا به اینش فکر نکردم. اما میشه گفت به هر حال به نظر من هنر شبیه درخته. چرا؟ از چه نظر؟ یعنی فرقم هفت هنر یه درخته. به نظر هر شاخش از همون متن همون درخت داره به وجود میاد. یعنی فرقم اگه من بازیگرم مطمئنن میتونم آدم باز هنر دوستی باشم، بتونم برم سمتش. و یه جورایی میشه گفت یه جورایی کرم مغز خودم بود، حتی موزیکایی که دوست داشته باشم، چون من خیلی موزیک گوش میکنم، همون بچه ها کلا موزیک گوش میکنم. خودت هم توی گروه قراره بخونی؟ یا همصدایی بکنی؟ بزن نگم سپرایزه؟ نه هنوز نمیدونم چون خیلی وقت صحبت. هنوز تصمیمش هم نگرفتی؟ نه بچه ها میگه، حتی داداش ها میگه، حتی کسی که خب بینایی میشنسن منو، حتی محمد رضا میگه که تو بخونی. هدایتی یا علی مردانی؟ خب من تا من هنوز تو مودش نیستم. به نظرم یه کاریه که نمیشه یه دفعه رفت توش، باید یه خورده با چند حالا دوره اینا دیدی اصلا؟ من تو موسیقی فقط با همین داداشام بوده، یعنی حامد در حال زیر نظر خیلی اساتید بزرگی بود، از صدیق تعریف بگیریم، سالا لقیلی بگیریم، تا استاد بخش و هر کسایی دیگه که بودن. اون هر
هر وقت کار میکرد مثلا میخوند تو خونه بود همه دارم چه دست که یاری گذارم که بایدازم بیاد تورگیه چه میدارم شون میدارم همجی کار میگم ما هممون چیز یک جورایی این چیزه رو داشتیم. هادی اصولاً بندهای موسیقی در ایران چه این برابیا چه اون برابیا دووم نمیارن، چون اصولاً ایرانی ها در گروه دووم نمیارن. ما میتونیم انتظار داشته باشیم که برادران کاظمین بندشون سالهای سال کنار هم بمونه کار موفق رای کنه؟ به امید خدا. یکی از شاید ویژگی های این گروه اینه که خیلی ما همدلیم، چون داداشی دعواتون نمیشه. خدا رو شکر هم حامد هم توری خیلی با هم چفتن، خیلی جوین چجوری خیلی جورن با هم دیگه و طرح و نظرشون و حتی ستای میشه که بخوام بگیم طرح و نظرم توی یه سبکه توی سیستم و اگر هم یک چیزی مخالف باشه باز با هم یه جوری حل میشه داشت و امیدوارم این گروه ادامه پیدا کنه. گروه دکور دکور اسمش هم اسم دوران گروه دکوره دکور. چرا؟ دکور به اسم مثلا گروه تئاتری میخوره بیشتر نه؟ ببین در اصل بخوام حساب کنیم ایدهش از اینجا شروع شد که دکور همون کور منطقه این حالا یواش عوض شد عوض که همون در اصل در آبایی وقتی میشه همون دکوره اما الان فقط دال کاف و آر ره دکور دلیل خودمون داریم که چرا دکور این دکور به معنی دکور صحنه نیست، به معنی گروه کره. آره میشه گفت گروه کر هم میشود. ما نمیخوایم این که بخوایم مستقیم هر چیزی رو بگیم، من خودم اصولا آدم این شکلی نیست. درست اگه بخوام تعریف کنم از اون اول به بسم الله چی شد که دکور شد، چرا از حتی این لوگو انتخاب شد، باز لوگو هم یه جورای انتخاب خودم بود. لوگو طراحی نت خب اون دوست خیلی خوبی داشتیم آقای امیرحسین گفت چی بگیشون طراحی کردن اما خب هم فکری و هم نظری شد که این شکلی بشه. قشن از اول تا آخرش میتونم بگم چی و چه شکلی شد که این شکلی شد. همه خب فکر کنم حالا بسیار عالی. درباره زندگی خصوصی دوست داری سوال بشی یا دوست نداری؟ راجع به ازدواج، راجع به تو خود ازدواج کردی؟ خب دیگه ولش کردی از این بحث رد شیم مثلا. در شرفش هم نیستی؟ داریم مچ هادی رو میگیریم والا یه آقای خوب پیدا بشه خیلی سخت ازدواج به نظرم. جدی؟ به نظر من سخته. شاید هم به خاطر این سنمون رفته با فارن 40 سالم شد دیگه. یه خورده میشه گفت به راحتی نمیتونم برم تو دلش و بعد خیلی کارا هنوز دارم احساس میکنم که اول باید اون کارها انجام بشه و بعد برم توش. نیستی فعلا ازدواجو نیستی؟ آره بی خیال. یه دفعه پس فردام ازدواج کردم. آره یه اتفاق دیگه. من هیچ چیزم اعتقاد دارم شاید. من به نظرم ازدواج اعتقاد هادی کاظمی در مورد ازدواج. من فکر کنم که ازدواج یه بلوغی میخواد. یک ربطی به سن بلوغ حالا جسمی و اینا نداره. 15 سال حالا فعلا اینا. بنظرم یه بلوغ فکری میخواد. تو نمیتونی بگی که الان مثلا شو رسیدم به 20 سالگی الان بعد ازدواج یا یک بلوغ فکری میخواد باید اون بلوغه برسه میدونی؟ الان به اون بلوغه نرسیدی؟ نه هنوز من جوونم و هنوز کوچولو هم من. بسیار عالی. تو خود چرا ازدواج نمی کنی بگویی؟ من کیسش به وجود نیامده. یعنی من اصولا برای ازدواج گاردی ندارم که میگم نه نمی کنم یا باید فردا ازدواج کنم یا موقع شرطش باید به وجود بیاد دیگه. شاید خواهد بچه کجایی؟ من یادم کجا به دنیا اومدم یا الان کجا زندگی میکنم. من یادم موقع کانون هورمون میرفتیم تو از یه جایی بالا شهر طوری میومدیم. آره یادم اون موقع یوسف آباد میومدم. آره بالا شهر بود دیگه بس. آره هممون. آره من که همه جا تهران بودم دیگه. همه جا از اشرت آبادی که در از بزرگ شده اونجا هم بگی تا نازی آباد تا خراسون لورزاده تا یه کجا داشتیم کوچیک طرف تو قلعه مرغی بودم خیلی یادم نیست اونجا رو خیابون صفا بودم همه جا بودم شاب دلازین.
پنهان هم نکردی این بچه جنوب شهر بودن اینا رو خیلی کیفم خوش کردی. به نظر من حتی گفتنش یه خود شاید مشکل نبوده باشه، اما بچه های جنوب شهر به نظرم احتیاج نیازشون بیشتره. وقتی تو احتیاج به نیاز داشتی، یعنی وقتی نیازات زیاد بوده باشه، مسلما خود تصمیمی که چیکار کنم نیازام برطرف بشه، نیازام برای به هر لحاظ خوب نگاه کنیم. این بچه های شهر درد کشیده، شهر زرد، نگم جنوب شهر قدر بشه، بچه های جنوب شهر بیشتر ارزش موفقیت رو میدونن به نظرم، چون خیلی سخت تر به دست میارن. یه محمد علی مردانی یه خاطری از شماها میگفت، اگه دروغ گفته تکذیبش کن، میگفت گاهی ما از میدون راهن که میخواستیم بریم تئاتر شهر پول تاکسی نداشتیم، پیاده میرفتیم. من حتی یادمه اولی کار تلویزیونی که ما کردیم یه کاری به نام نوروز 76 که 75 ما اینو داشتیم ضبط کردیم، لوکیشن توی چیز بود، توی سمت ستارخان اون برای بولوار آب، سازمان آب، آره سازمان آب، آره آره سازمان آب اونجا بود. و بعد من یادم از اونجا ما پیاده میرفتیم به سیده میدون را، حتی پول این که خورمون هم نمیشد چون تازه کار بودیم، پولمون هم نمیتونستم بگیم آرازی که تازه اومده اینه تو نیستم پول نشه و اصلا پول دو جبون هیچی نبود. یاده میرفتیم تا خود میدون را آخر یا مثلا تقسیم بندی میکردیم به مرزا تو چقدر پول داری، اون چقدر پول داره، جب میکردیم دارد مثلا یه مسیری با ماشین از یه جد بیرسیم. بسیار بزرگترین اشتباه هادی کاظمی در عرصه هنری بقیه برگردی کدوم کار انجام نمیدی؟ از دارم این نیست تو چه فیلم بازی نمی کنی یا چه حرکتی رو انجام نمیدی؟ من فکر میکنم زیاد خوشگل نیست من بخوام بگم که پشیمونم از یه سری کاره کردم، به خاطر که من فکر کنم هر چی که هست رو نیست. اگر شاهین الان این شاهین با تمام خط و خطاهاش و تمام موفقیت شده این شاهین و این ارزشمنده، من الان هر خط خطایی که داشته باشم یا اگر ایرادی تو انتخابم داشته باشم یا این چیز همین رو بخوام بزنم که تهی شده این الان این هادی کاظمی که الان هستش و راضیم و پشیمون نیستم. از یک سری شرایط که پیش اومد زیاد خوشحال نبودم، مثلا از این که دو سال رفتم سربازی واسم همیشه اینجوری بودم من چرا با سربازی میرفتم. از دانشگاه هم خیلی خوشحال نبودی؟ نه خب به هر حال اون یک چیز بود، یه جورایی در تو یه سری آمال و آرزو داری و بعد یه سری چیزا دارم من برم دانشگاه این کارو کنم این کارو، بعد فهمیدم که اون چیزی که فکر کردم نشد یا نبود. اما سربازی کلا برای خودم درستی امر مقدسی، بعد هر بابا نوجوانی و جوونی بره اون تا از وقتا شعاری بود که بعد میگفتیم نه این واقعیت. آخه ببین یه چیزی همه اول میگفتن سربازی که ببین مرد میشین هم گنده میشین، ما مرد بودیم خب از قبلش هم من 13 سالگی کار میکردم، 13 سالگی دارم تک تحصیل کردم، حالا بعدش دوباره درس خوندیم و اینا پامنار پادو چرخکار بودم، من چه میدونم تو موتورسایت خیلی شکوفه کار میکردیم، یه جایی میشه گفت در اون دوره من خوب نبودیم، ما مرد بودیم دیگه، من برم مرد بشم که از همه چی افتادم میشه. اما خب دو سال سربازی هم بد نبود، چیزای خوب یاد گرفتم. آدم باید همیشه به نظرم تو هر موقعیتی حتی تو بدترین چیزه تو بدترین شرایط یه چیزایی رو از خودش بگیر، یه چیزایی رو پیدا کنه. حتی من تو سربازی این شکلی بس خودم نبودم، یه ریاضت هادی بکش، زجر بکش، درد بکش، خوبه بسن بهتره، حتی یا شاید پخته تر بشه، شاید چه میدونم خیلی بادهای نوجوانی و هم چیزی که تو ذهنت داری همه اینا به قول معروف ابین بره، چی میگن دماغت بخواب، باد دماغت بخواب، یه همچه چیزی باد سر بود، باد دماغ بود، باد دماغ بود دیگه هیچ. چی شد؟ ای یا خدا، خدا به خیر کنه. آقا اینجا آتیش نشانی من دارم بینم، یه اتفاق با مزه افتاده همونیش آتیش نمیدونم. آقا ما یعنی ادامه بدیم همچنان مصاحبمونو؟ چی شد آقا؟ اگه آتیشه بریم آقا من جونم رو دوست دارم و میخونه من خونم رو آلارمم دارم بزنم. آقا ما چیکار باید بکنیم؟ خوشنو ام
من کاملا چیز شدم، نمیدونم چیکار باید بکنیم الان. من یه خورده اون نگرانی نداری که بابا چی خواهی شما این خدا به خیر کنم هرچی که هست. سلام و احترام خدمت همه عزیزان حاضر در مجتمع تجاری عرب، لطفا توجه کنید. دقایق پیش مطلع شدیم آقا ما میخواییم ما بریم خونمون. من نمیتونم خونسرد بشم، حالم بده. لطفا با حفظ خونسردی کامل به همکاران ما در برقراری آرامش محیط کمک کنید. میخواید بریم ببینیم چه خبره یا نه؟ احتیاج هست یه اونجا تا اونجا بریم چه خبره؟ آقا آتش نشانیه واقعا؟ شای این مشکوک میزنه یه کپاش داره. آره بابا این صدا مجید نیست؟ ولی یه سری ترسیدن جدی ها. من یه لحظه خدایی خودم یه جوری شده. آقا سر کاری میگی ها؟ با ما هم این کارو میکنی؟ من چی؟ اون چی از مردم؟ بهتر نبود با من هماهنگ میکردن اینا؟ به ما باید میگفتن نه؟ به ما کاشکی میگفتیم. خیلی نامردی، شما هم نامردی، همه تون نامردی دیگه داره بازا. ولی جالبه کار تبلیغاتی با این عظمت و آتش نشان آوردید. قایمکی هیچ وقت نگیر، حالا بگیر، وقتی بگیر تازه خودم همکاری میکنم. مثلا اسمش روشه قایمکی، یعنی جوی گناه ریزی توش داره. مرسی. آقا اجازه است ما هم ببینی؟ آقا ببخشید ما هم ببینی؟ بابا چه خفن تبدیل بودن برای با هایی دیگه اینا برای اولی باری همچین مدلی دیدم دمشون گرم دقیقا طالب بود. ببین دقیقا ما اینا رو نداریم. ببخشید هاش خواهیم من سر میزتون شلوغ کرد من میشون ای قربونتون برم نه فده شد عزیزه عزیزه دادی فده شد چکرین دو بیشم آخر.